انفجار در کابل یک تن را کشت و دو تن دیگر را زخمی کرد. انفجار بر موتر حامل رئیس حل منازعات مالی در افغانستان بانک صورت گرفت. دولت نه طالب نه دورلم دا خوازه ده خدای لیازو کی ده قران لیازو کی ده ولس باندې نور رحم وکي دولت نور دوست پک موتراغل نور تخت لار نشتا چې تخت وي وطن م پرې دي چې وطن پرې ده غال ده نو کوم چې لاش نور درک د منګ ته وکي چې دغه سلاش منګ ما ماي خواته لاش نشستی یک تیاره ناشناس در میدان هوایی کابل. اداره هوانوردی ملکیت این گونه تیاره در میدان هوایی نشست نکرده است. تا هنوز این رادار ما و این دستگاه های ما که در ساحات مختلف میدان نصب است، تا هنوز هیچ تیاره ای را که بدون نامنشان باشه و بدون هماهنگی از قبل تعیین شده در میدان هوایی بین الملل حامد کرزی نشست کرده باشه یا برخاست کرده باشه، ما چنین مورد را سراغ نداریم و اداره هوانوردی ملکی کاملا این موضوع و این ادعا را رد میکنه. و ادامه ی تنش ها در رابطه اداره جدید امریکا و چین. واشنگتن تعهد کرده است که در بخش دفاع از خود با تایوان همکاری می کند. به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. انفجار در کابل یک تن را کشت و به شمول یک مقام در افغانستان بانک دو تن دیگر را زخمی کرد. انفجار روز یک شنبه در نور محمد شاه مینا یکی از مربوطات حوزه هشتم امنیتی کابل بر موتر عبدالله دورانی رئیس کمیسیون منازعات مالی افغانستان بانک صورت گرفت که در نتیجه آن یک تن کشته و به شمول دورانی دو تن دیگر زخم برداشتند. افغانستان بانک با نشر یک اعلامیه میگوید که در این رویداد موتر رئیس کمیسیون منازعات مالی افغانستان بانک هدف قرار گرفت که وی و رانندهش زخمی شدند، اما یک محافظ وی کشته شد. پیش از این یماسیا وش مسئول رابط عامه این بانک در انفجار ماین مغناطیسی کشته شد، اما مسئولان افغانستان بانک در بخش بررسی این رویداد با رسانه ها همکاری نکرد. در همین حال ولایت ننگرهار نیز روز یک شنبه شاهد دو انفجار بود که در نتیجه آن 8 تن زخمی شدند. در قندهار برادر گلاله محمدی عضو ولسی جرگه کشته شد و در هلمند نیز برادر یک مشاور رئیس جمهور در یک حمله مسلحانه زخمی شد. کابل و چند ولایت دیگر کشور روز یکشنبه شاهد انفجار ماین‌های مغناطیسی و قتل‌های هدفمند بودند. در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی حوالی ساعت 8 صبح روز یکشنبه در نزدیکی مسجد زازه بابای سرک سوم نور محمد شاه مینا در یکی از مربوطات حوزه هشتم امنیتی شهر کابل یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. پیش رفتیم دیدیم که همیش دادم سیت پشت سر یک نفر مصافه سرش معلوم میشه. وقتی که دست پیش کردیم گفتیم زنده است یا فوت شده، دست خود بالا کرد. اما که کردیم دروازه را واز کردیم، این شخص از با پای خود از دستش گرفتیم از موتر بیرون شد، آمدم قصابی در آمد. دیگه دریور دست خود تا شد، از این دو شقیقه زخمی شده بود، خون میریخت دادم سر روش. و نفر سیم که بادیگار در پشت دلوار شیشته بود، پایکاش قطع شده بود. درست و شلو، درست سر چی رواتم بار، نو موتر که چکم ده دری کسان دن نه یو ملو دو زخمینو. او دا زرنج والا لگ دغه شوی ده. مقام ها می گویند که هدف این حمله رئیس کمیسیون حل منازعات مالی در افغانستان بانک بود. در افغانستان بانک با نشر یک اعلامیه می گوید که در انفجار روز یکشنبه عبدالله دورانی رئیس کمیسیون حل منازعات این بانک و راننده وی زخمی شدند، اما محافظ وی کشته شده است. دولت نه طالب نه دورلم دا خوازه ده خدای لیازو کی ده قران لیازو کی ده ولس باندې نور رحم وکي دولت نور دوست پک موتراغل نور تخت لار نشتا چې تخت وي وطن م پرې دي چې وطن پرې ده غال ده نو کوم چې لاش نور درک ده منګ ده وکي چې دغه سلاش منګ ما ماي خواته لاشو. قماندانی امنیه کابل خبر میدهد که در این انفجار یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند و می افزاید که این رویداد به جدیت بررسی می شود. صبح امروز در مربوطات ناحیه 8 شهر کابل ساحه شاه شهید
یک رو در واسطه نو لاند کروزر هدف انفجار ماین قرار گرفته. متاسفانه در این انفجار یک تن به شهادت رسیده و دو تن دیگر مجروح گردیده است. قضیه به شکل جدی تحت کار تیم مشترک امنیتی کابل قرار دارد. ارگ ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه حمله بر عبدالله دورانی را محکوم کرده است و این کار را جنایت ضد بشری خوانده است. همچنان در نتیجه دو انفجار پی هم صبح روز یکشنبه در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار نیز 8 تن زخمی شدند. مقام های ولایت ننگرهار می گویند که این انفجارها در نتیجه ماین های جاسازی شده در نزدیکی ازگاه قبلی چپرهار ناحیه چهارم شهر جلال آباد رخ داده است. در این حال حنیف اتسگزه برادر جمعه خان اتسگزه مشاور رئیس جمهور در حمله افراد مسلح ناشناس در هلمند زخمی شده است. برادر گلاله حمیدی نماینده مردم اروزگان در ولسی جرگه که سکرتر وی نیز بود و از سوی افراد مسلح نامعلوم در کندهار کشته شده است. تا اکنون مسئولیت این حملات را کسی بر عهده نگرفته است. کابل نیوز تصویر از یک طیاره نو جت خصوصی را به دست آورده است که هیچ شرکت هوایی تعلق ندارد، اما در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نشست کرده است. رفت و آمد تیاره های ناشناس به افغانستان توجه افکار و آمه را در حال جلب کرده که اظهارات گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در این مورد رسانه‌ای شد. وی گفت که اشیای گرانبها تحت تدابیر خاص امنیتی توسط تیاره های مشکوک به خارج از کشور انتقال داده می شود و دنبال اظهارات گلبدین حکمتیار در مورد انتقال اشیای قیمتی، کابل نیوز تصویر از یک جت ناشناس را که متعلق به هیچ شرکت نیست به دست آورده است و در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نشست کرده است. این تصویر که به احتمال بیشتر حدود 3 ماه قبل گرفته شده است، گمان می رود که برای همین ماموریت به کابل آمده باشد و ظاهرا متعلق به یک شخص یا شرکت خصوصی خواهد بود. اداره هوانوردی ملکی این ادعاها را رد می کند و می گوید که این گونه تیاره در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نشست نکرده است. کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه خواهان تعیین هیئت مشترک برای بررسی این موضوع است. پس از نشر گزارش ها در رابطه به انتقال بسته های گرانبها از طریق تیاره های مشکوک و ناشناس از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، کابل نیوز تصویر تیاره نو جت خصوصی را به دست آورده است که مربوط به هیچ شرکت هوایی نیست، اما در میدان هوایی حامد کرزی متوقف است. رفت آمد تیاره های ناشناس به افغانستان در حال توجه مردم را به خود جلب کرد که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در این رابطه اظهار نظر کرد و گفت که بسته های اشیای گرانبها به وسیله تیاره های مشکوک تحت تدابیر خاص امنیتی به خارج انتقال می شود. این تصویر که به گمان اغلب حدود 3 ماه پیش گرفته شده است، شک می شود که برای همین ماموریت به کابل آمده است و ظاهراً وابسته به کدام شخص یا شرکت خصوصی خواهد بود. اداره هوانوردی ملکی این ادعاها را رد می کند و می گوید که این گونه تیاره در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نشست نکرده است. تا هنوز این رادار ما و این دستگاه های ما که در ساحات مختلف میدان نصب است، تا هنوز هیچ تیاره ای را که بدون نامنشان باشه و بدون هماهنگی از قبل تعیین شده در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نشست کرده باشه یا برخاست کرده باشه، ما چنین مورد را سراغ نداریم و اداره هوانوردی ملکی کاملا این موضوع و این ادعا را رد میکنه. دو روز پیش گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی ادعا کرده بود که در این اواخر تیاره های مشکوک به افغانستان می آیند که هیچ گونه نشان و لوگو ندارند، که امنیت آن از سوی نیروهای امنیتی خاص گرفته می شود و اشیای بسته‌بندی در بسته های خاص بر آن بار می شود و به خارج انتقال می گردد. کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه می گوید که این موضوع باید به جدیت بررسی شود و می افزاید که در این رابطه یک هیئت مشترک ولسی جرگه و حکومت باید تحقیقات کند تا روشن شود که این تیاره های مشکوک به چی هدف به کابل می آیند و در آن چه انتقال می شود. دایده باید و چیدل سی برسی سی د افغانستان ولسی جرګه په خاص ډول د نړیوال اړیکو کمیسیون حاضر دی چې د حکومت سره یو ګډ پلاوی جوړ کړي او وګوري چې واقعا ستونزه څه ده. چې نوې دا سوي ده باید ثابت سي ولست چې مشکل په کوم ځای کې دی، که نیمګړتیاوي هغه باید حل سي.
گزارش ها در رابطه به نشست تیاره های مشکوک و بینشان در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی و انتقال بسته های گرانبها در آن در حال است که چند ماه پیش حکومت افغانستان به شمول کابل قرارداد 4 میدان هوایی کشور را با یک کمپانی اماراتی امضا کرده بود. حنیف اطمر میگوید که طالبان باید خشونت های جاری کشور را بر اساس توافقنامه دوحه کاهش دهند. حنیف اطمر وزیر امور خارجه در مصاحبه با روزنامه شرق الاوسط در پاسخ به یک پرسش که آیا دولت افغانستان توافقنامه در مورد کاهش خشونت ها با طالبان دارند گفت که آنها هیچ گونه توافق برای کاهش خشونت ها با طالبان ندارند، اما طالبان مکلفند تا خشونت ها را طبق توافقنامه دوحه که با ایالات متحده امضا کردند کاهش دهند. اطمر میگوید که با کاهش تعداد نیروهای آمریکایی انتظار می رفت که طالبان خشونت ها را کاهش دهند، اما این کار صورت نگرفته است و میگوید که توافق با آتش بس بهترین اثبات برای این مسئله است که طالبان خواهان خشونت نیستند و مسئولیت سطح خشونت های فعلی نیز با آنها راجع نیست. با وجود مخالفت رئیس جمهور غنی و افراد نزدیک به وی با توافقنامه ماه فوریه سال گذشته میلادی میان ایالات متحده و طالبان در دوحه، وزیر امور خارجه میگوید حکومت افغانستان انتظار دارد که سطح خشونت ها بر اساس همین پیمان کاهش یابد. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه در مصاحبه با روزنامه شرق الاوسط در پاسخ به این پرسش که آیا حکومت افغانستان پیمان با طالبان دارد که بر اساس آن از این گروه خواهان کاهش خشونت ها هستید، میگوید حکومت افغانستان پیمان با طالبان ندارد، بلکه آنان بر اساس توافقنامه دوحه خواهان خشونت ها اند. حنیف اطمر میگوید که طالبان در توافقنامه دوحه با امریکا تعهد کردند خشونت ها را کاهش می دهند. حکومت افغانستان با طالبان توافقنامه ای ندارد که بر اساس آن خشونت ها کاهش یابد، اما در پیمان دوحه میان طالبان و ایالات متحده موافقه شده است و طالبان تعهد کردند که خشونت ها را کاهش می دهند. ما به همین دلیل اکنون انتظار داریم که مذاکرات جاری در دوحه سبب یک توافق سیاسی میان دولت افغانستان و طالبان شود. در رده های بالای نظام کسایی که به این موافقت نامه امریکا و طالبان موافقت نبودند کسانی بودند که مقام خودشان به خطر افتیده بود. اما یک موافقت نامه بود بین امریکا و طالبان. در آینده اگر یک زمینه زیاد شود امریکا طالبان افغانستان، باز در وقت باید که کاهش خشونت تعریف شود، باید است که حقوق بشر تعریف شود و طالبان تضمین کنند، باید است که ماندگاری اردوی ملی تعریف شود، حتی به یک پیمانی خورتر که افغانستان پولش داده بتانه، و ای که زندانیان طالبان در آخر مذاکرات وقتی که صلح آمد رها شوند نه در اول. وزیر امور خارجه همچنان میگوید حکومت افغانستان انتظار داشت که طالبان با کاهش نیروهای آمریکایی سطح خشونت ها را کاهش خواهند داد، اما چنان نشد و طالبان نیز مسئولیت بیشتر رویدادها را بر عهده نمیگیرند و افراد دیگر را در این رویدادها مقصر میدانند. اطمر میگوید توافق بر آتش بس بهترین ثبوت است که طالبان خشونت ها را نمی خواهند و مسئولیت سطح خشونت های کنونی نیز به آنان راجع نمی شود. انتظار می رفت که طالبان با کاهش نیروهای آمریکایی سطح خشونت ها را کاهش خواهند داد، اما طالبان این کار را انجام ندادند، بلکه برخی اوقات رویدادهای خشونت آمیز صورت گرفته است که طالبان آن را رد کرده و دیگران را مقصر خواندند. اما ما میگوییم اگر شما در این رویدادها دست ندارید چرا آتش بس نمی کنید؟ حقیقت این است که توافق در رابطه با آتش بس بهترین ثبوت است که طالبان خشونت ها را نمی خواهند و در آن زمان گفته می توانیم بگوییم که مسئولیت سطح بلند کنونی خشونت ها نیز به آنان راجع نمی شود. حنیف اطمر در این مصاحبه تاکید کرده است که به شمول شبکه القاعده، اعضای تحریک طالبان پاکستانی یا TTP، داعش و بیش از 20 گروه تروریستی دیگر در افغانستان حضور دارند که می خواهند افغانستان را به حیث مرکز قوی به هدف حمله بر کشورهای دیگر مبدل کنند، اما نیروهای امنیتی افغان در برابر آنان با جدیت مبارزه می کنند تا به اهدافشان دسترسی پیدا نکنند.
حنیف اتمر در حال بر اساس توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا از این گروه خواهان کاهش خشونت ها می شود که قبل از این رئیس جمهور غنی گفته بود که حکومت افغانستان در برابر پیمان آمریکا و طالبان هیچ گونه مسئولیتی ندارد. اداره جو بایدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا ادعاهای را بررسی می کند که روسیه در بدل کشتن سربازان آمریکایی به طالبان جایزه داده است. هرچند دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این ادعا را رد کرده است، اما کمیسیونی که برای بررسی این موضوع تشکیل شده است با اداره های استخباراتی صحبت کرده است تا هرچه زودتر این تحقیقات را آغاز کنند. جنسا که مسئول مطبوعاتی قصر سفید گفته است که اداره بایدن به بخش استخباراتی دستور داده است تا در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا استفاده از سلاح‌های کیمیایی علیه الکسی نالونی و ادعاهایی را که گویا روسیه در بدل کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان به طالبان انعام داده است را به گونه دقیق بررسی کند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور میگوید اعضای هیئت طالبان اعتراف کردند که هیچ گونه استقلالیت ندارند و خانواده های آنان در کشورهای دیگر گروگان گرفته شده است. حمدالله محب که به نشست در قلوردوی قوای هوایی سخنرانی می کرد گفت که اعضای هیئت مذاکراتی حکومت با آنان گفتند که اعضای تیم مذاکره کننده طالبان در جلسات غیر رسمی اعتراف کردند که در مذاکرات استقلالیت ندارند، همه چیز آنان به گروگان گرفته شده است. مقام های امنیتی هشدار دادند که برای جنگ با طالبان آمادگی کامل گرفته شده است و اگر پس از این نیز آنان به خشونت ها ادامه بدهند با پاسخ شدید نیروهای امنیتی مواجه خواهند شد. در حالی که مذاکرات صلح میان اعضای هیئت مذاکراتی عدالت افغانستان و طالبان در قطر ادامه دارد، اما مشاور امنیت ملی رئیس جمهور میگوید اعضای هیئت مذاکراتی طالبان در گفتگوها استقلالیت ندارند و به اشاره یک کشورهای دیگر کار میکنند. حمدالله محب که به نشست در قرارگاه قلوردو یا نیروهای هوایی سخنرانی میکرد گفت اعضای هیئت مذاکراتی حکومت با آنان گفتند که اعضای تیم مذاکراتی طالبان در نشست‌های غیر رسمی اعتراف کردند که در مذاکرات استقلالیت ندارند، زیرا همه چیز از آنان به گروگان گرفته شده است. همه تروریستی گروپ ده او غیر تروریستی اعمالونا بل هیچی بواس پورا ندید. پیوازنه خبرو که پیواز خبرو که چکل دویوازی کی گیز منگه ده چیم سرا پا دوها که خبری که ولی هر یو پا جدا جدا داشه وازی کرو چه دوی خپل استقلالیت نمولنی زمونگه چیم تا افرادو تا ایدا ویلی دی چه دوی استقلال نلنی لای ویلی دی چه دوی معاصره دی گروگان دی ورشیوی دی دوی فامیلونا پا پردی مملکت که وزیگی او هغه مملکت چې دوی ته لارښوونه کوي چې دلته تروریستي اعمال او اقدامات وکړي هغوی ته د فامیل ته اجازه نه ورکوي چې ازادي ولري. مسئولان امنیتی هشدار دادند که برای جنگ بر ضد طالبان آمادگی کامل گرفته شده است و اگر آنان پس از این نیز خشونت ها را ادامه دهند با پاسخ جدی آنان مواجه خواهند شد. خو که چیرته دوی دا فکر کوي چې دوی یوازی پا دی مملکت با دی حق لری او دا یوازی دو دوی دا بادارانو دا پارا باید قربانی شی نو لوه اشتباه کهی پا آغا صورت منگا دا قوی دفاع دا پارا اماده ایو انشاءالله امیدواری ما بسیار زیاد است. امیدواری ما به مردم ما مایید بینام بدیم که در سال آینده طالبا یک شکست بسیار جدی رو برو خواد شدن. از آمادگی و از وضعیت نیروهای دفاعی و امنیتی ارزیابی مجانبه صورت گرفته و در حالت آمادگی کامل و شامل برای دفاع از مردم افغانستان و تداوم جمهوریت انشاءالله دارند. مسئولان اداره های امنیتی طالبان را عاملین قتل‌های اخیر هدفمند در کابل و ولایات کشور می‌خوانند و می‌گویند طالبان به این دلیل نهادهای عامل منفعت را از بین می‌برند که افغانستان را خاک خود نمی‌دانند.
ما به پروژه های عامل منفع هیچ اعتنایی ندارن، احترام ندارن. ویران کردن پل، ویران کردن سرک، ویران کردن دیگر بخش های عامل منفع خودش نشان میده که طالب اصلا کشور از خود فکر نمی کنند. اگر از خود فکر می کرد یک سرک هیچ وقت ویران نمی کرد، یک پل هیچ وقت ویران نمی کرد. اینا کسایی هستند که خودشان و یک تعداد افرادشان در کوچه ها و پس کوچه های پشاور و در کویته کلان شدن، وابستگیشان بیشتر به اون کشور است و این کشور از خود فکر نمی کنند. طالبان تا اکنون در رابطه با اظهارات مشاور امنیت ملی رئیس جمهور واکنش نشان ندادند، اما قبل از این گفته بودند که برخی مقام‌های حکومتی به هدف سبوتاژ پروسه صلح اظهارات تحریک‌آمیز می‌کنند که به نفع پروسه صلح نیست. تا اکنون از طریق دسترخوان ملی بر 295,000 خانواده بسته‌های کمکی توزیع شده است. وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید تا اکنون بسته های کمکی در 2309 قریه برای نزدیک به 295,000 خانواده به ارزش بیش از 1.18 میلیارد افغانی در 34 ولایت کشور توزیع شده است. این وزارت میگوید با توجه به مشکلات اقتصادی ناشی از عوامل ویروس کرونا که دامنگیر مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر گردیده است، حکومت افغانستان برنامه دسترخوان ملی را به هدف مبارزه با عواقب منفی ناشی از ویروس کرونا در شهرها و دهات افغانستان عملی نموده است و روند تطبیق این برنامه با آغاز توزیع بسته های کمکی از طریق برنامه دسترخوان ملی به شکل تدریجی در تمام افغانستان عملی می گردد. مقام های کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه با افزایش خشونت های هدفمند ابراز نگرانی می کنند. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در نشست که تحت عنوان افغانستان مرفع برگزار شده بود سخنرانی می کردند، گفتند که هر دو طرف باید جنگ را متوقف کنند و برای نجات زندگی افغان های ملکی تلاش های خود را افزایش دهند. در همین حال وزارت دولت در امور صلح می گوید که هیئت مذاکراتی با آمادگی های کامل به دو هفته است و امیدوار است که دور دوم مذاکرات نتیجه مثبت داشته باشد. اینجا در نشست تحت عنوان برنامه افغانستان مرفع بیشتر خواستها بر تحکیم صلح در کشور متمرکز است و از طرف های دخیل خواهان توقف جنگند. مسئولان کمیسیون حقوق بشر هنگام سخنرانی به این نشست گفتند که درگیری ها با گذشت هر روز در کشور تشدید می شود و قربانی آن افراد ملکی اند. آنان می گویند هر دو جناح باید به هدف مسئولیت زندگی افراد ملکی در کشور جنگ را متوقف سازند و بر آتش بس توافق کنند. در افغانستان در بشری حقوق خپلواک کمیسیون دیو مستقل و بی‌طرف ملی ارگان پتوگاه د جنگ په خواو باندې غږ کوي چې جنگ بس دی. په جنگ کې تاوتریخوالی، په جنگ کې قربانی کیدل او په جنگ کې د بشري حقونو نقص دا تضمین کیږي. متاسفانه زمونږ غوښتنه دا ده چې جنگ او اوربند ته دې د مذاکراتي ټیم دواړه خواوې په اسرعی وخت سره تفاهم ته ورسیږي. در این حال وزارت دولت در امور صلح میگوید که هیئت مذاکراتی حکومت افغانستان با آمادگی کامل به دو هفته است و هیچ گونه گفتگوها از دید مردم افغانستان پنهان نخواهد بود، بلکه همه جزئیات مذاکرات با مردم شریک می شود. مقام ها میگویند که به نتایج دور دوم مذاکرات نیز خوشبین می باشند. تصمیم اصلی را باز هم در پروسه صلح شما ملت شریف افغانستان هستید که میگیرید. امیدوار هستم که به زودی دور دوم مذاکرات آغاز شود و خبرهای خوشی برای شما مردم عزیز داشته باشیم. این نشست که از سوی بنیاد برنامه افغانستان مرفع برگزار شده بود، مسئولان این نهاد تاکید کردند که آنان به سطح کشور با شمول صحت و مکاتب در 5 بخش کار می کنند و حدود 6 ماه می شود که در ولایت نیز کار را آغاز کردند.
حکومت جدید ایالات متحده آمریکا باید در رابطه با صلح افغانستان آگاهی کامل حاصل کند. جوزف اوتل، قماندان پیشین قماندانی مرکزی آمریکا، در یک مصاحبه تازه‌اش گفته است که مسئولیت مهم حکومت جدید آمریکا این است تا تمام جنگ‌های جاری را به پایان برساند. به گفته وی، حکومت بایدن باید در مورد پالیسی‌ها و طرح‌های خود اطمینان حاصل کند و بر روند صلح ادامه بدهد. جوزف اوتل همچنین گفته است که بایدن باید نظریات افراد صادق را در مورد افغانستان بشنود و با کسانی که از صلح و وضعیت افغانستان آگاهی کامل دارند مشوره کند. ادامه خبر. تیرگی ها در رابط میان حکومت جدید ایالات متحده و چین ادامه دارد. اداره جو بایدن تعهد کرده است که به همکاری هایش در بخش تقویه صلاحیت های دفاعی با جزیره تایوان ادامه می دهد. واشنگتن علاوه بر این از بیجینگ خواسته است که به جای افزایش فشارهای نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی بر تایوان، با این جزیره گفتگوهای سازنده کند. این اظهارات اداره بایدن در حالی است که اداره خودمختار تایوان میگوید که 13 جت جنگی نیروهای هوایی چین روزهای شنبه و یک شنبه وارد حریم فضایی آنان شدند. علاوه بر این، تایوان، اداره جدید ایالات متحده آمریکا با ژاپن نیز تعهد کرده است که در آبهای جنوب چین از جزایر مورد منازعه سینکاکو دفاع خواهد کرد. ایالات متحده همچنین یک کشتی جنگی بزرگ را نیز به این بحیره فرستاده است. چین میگوید مداخله آمریکا صلح و ثبات را در منطقه تضعیف میکند. سپاس از توجهتون به خبرهای این ساعت. وقتتون خوش. خداوند نگهدارتون.